فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه. چه نیکو بود آن روزی که عیسی، چه نیکو بود آن روزی که عیسی تجلی کرد اندر سینه ما. آمین. هوای وصل او زد چون نسیمی به جان خسته پر شور و صمیمی. جدا کرد جان ما از درد و کینه، جدا کرد جان ما از درد و کینه، پر از روح القدس شد قلب و سینه، نشاطی از حضورش گشت پیدا، دلم چون کودکی شد شاد و شیدا. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، آدین شب شما هموطنان عزیزمون در ایران به خیر و شادی باشه. برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست، متعلق به تو هموطن عزیزم هست که منتظر این برنامه بودید، و یا اینکه به طور تصادفی فکر میکنی که کانال عوض کردی و الان داری برنامه رو نگاه میکنی، اینو بدون، شاید از نظر ذهن تو هموطن خوبم تصادفیه، اما این یک برنامه است، یک پروگرامیه که خداوند خواسته تو این برنامه رو ببینی. آمین. نه به توسط گفتار انسانی بلکه کلام خدا تو برکت بگیری، از خستگیهات، از ترسات، از نگرانیهات جدا بشی. آمین. و به قوت روح خدا بتونی پایداری کنی در مشکلات و سختیات، و خداوند حامی تو باشه. از این رو تشویقت میکنم هموطن عزیزم، با هر باوری که هستی اینو بدون، خدای عشق و خدای محبت پدر تو هست. آمین. و تو رو به عنوان فرزند نیز خوانده که در آمین. کنار او باشی، هرچند متاسفانه به دلایل اون چرا که شیطان مخالفت کرد با هدف خلقت خدا، همه ما آسیب خوردیم، اما خداوند ما را رها نکرد و با نامه عاشقانه خودش به نام کتاب مقدس انجیل عیسی مسیح و به توسط پسرش عیسی مسیح دنبال ما بود و ما را تغییر کرد و بهای آنچه را که دلیل گناهانی بود که از طرف شیطان در زندگی ما شده و دیواری بین انسان و خدا بود، مسیح روی صلیب اون بها رو داد، هرچند مرد اما پس از سه روز قیام کرد، تا تو هموطن عزیزم قیام شده باشی از ترس ها، از نگرانی ها. آمی. از خستگی ها، از ناامیدی ها. از این رو تشویقت میکنم هموطن خوبم، میتوانید با ما تماس بگیرید نسبت به مشکلاتتون، ما با شما متحد میشیم، دعا میکنیم. آمی. خدایی که در کنار تو هست دعای تو رو اجابت میکنه. آمی. اگر گواهی دارید چگونه مسیح ایمان آوردی، لطفاً تماس بگیرید، با گواهیتون ما رو برکت بدید، و دیگر هموطنان عزیزمون که بیننده این برنامه هستن رو امید بدید هموطنان، و اگر سوالی هست خوشحال میشویم که بتوانیم پاسخگوی سوالات شما باشیم، هم ما و همچنین مشاورین ما که در شبکه محبت هستن. درود میفرستم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که لطف کردن اینک با ما هستم. درود کشش رسول عزیزم، آدین شب شما از اون بر آبها در سرزمین زیبایمون ایران با شادی و خوشی باشه. خدا رو شکر میکنم و جلال میدم عیسی مسیح رو که یک جمعه دیگه اجازه داد ما بیام به خونه های شما، و در اصل خود خداوند میزبان من و شما عزیزان باشه. خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما عزیزانی که در طول این چند سالی که من کنار کشیش رسول عزیزم نشستم، تقریبا میشه 3 سال و نیم، شما با محبتتون، عشقتون و خبر خوش نجاتی که به شما رسید و نجات پیدا کردین، واقعا زندگی منو پر از شادی و برکت کردین. از همین الان میخوام که با این برنامه 1 ساعت و نیمی که از تلویزیون محبت به طور زنده داره پخش میشه، سراسر وجودتون پر از شادی باشه، غمی هست دور بشه ازتون و جاش و شادی مسیح بگیره، برکت تو زندگیتون بیاد و چتر عشق مسیح روی سرزمین عزیزمون ایران بره و شما رو واقعا پروتک کنه، ازتون مواظبت کنه.
ما روزای سه شنبه برنامه داریم توی کلیسامون از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس، در از 5 و نیم بعد از ظهر به وقت ایران میشه و ما جلسه دعا داریم. شما عزیزان زنگ میزنید، خدا رو شکر برای تک تکتون تلفن میکنین، گواهی میدین که مسیح که خداوند زنده است چه معجزه هایی کرده، چون پدر و خالق معجزه ها خود عیسی مسیح هستش. همینطور روزای پنجشنبه در کلیسای پرستندگان مسیح ما از ساعت 7 و نیم تا 9 شب کنار هم هستیم، کلامی رو که رسول عزیزم از طریق روح القدس آماده میکنن، در اصل موضوعی رو که روزهای یک شنبه ایشون خداوند هدایتشون کرده صحبت میکنن برای ما باز میکنن. همینطور از آغاز و سرودهای پرستشی داریم و بعد از برنامه کنار هم دیگه میشینیم و مشارکت داریم و اگر مسئله‌ای باشه با هم در میون میذاریم که بتونیم این خانوادهمون که خداوند در کنار هم قرار داده کمک کنیم از وجود هم لذت ببریم. روزای یک شنبه کلیسای پرستندگان مسیح از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان است و برنامه پرستشی داریم، کلام داریم، مشارکت داریم و خوشحال میشیم که اجازه بدین به خونه پدرتون بیاین و ما بهتون خدمت بکنیم. این برنامه الان از به طور زنده از تلویزیون محبت داره پخش میشه. از خداوند میخوام که محبتش رو یک بار دیگه شامل دست اندرکاران تلویزیون محبت بکنه. عزیزانی که الان پشت کامرا هستن، برندن عزیزم از سارای عزیزم رو برکت بده و تمام کسانی که در استیت دیگه خداوند رو دارن جلال میدن. همینطور میتونین اگر دوست دارین، اگر خداوند قلبتون رو لمس کرده، برین روی یوتیوب کشی رسول هیدری رو سبسکرایب بشین و از گفته هایی که ایشون دارن، موعظه هایی که دارن، درس هایی که دارن برکت بگیرین، چون این گفته ها از خود ایشون نیست، از ایمان دارم از خداوندمون عیسی مسیح هست که کش رسول عزیزم با عشق میان و اون برنامه ها رو ضبط میکنن. از یاسر عزیزم به خاطر تمام زحماتش در کلیسای پرستندگی هم پرستندگان مسیح تشکر میکنم. آدرس ما از 7475 فالبروک استریت West Hills, California. 7475 Fallbrook Street, West Hills, California. همینطور یه اپ استور میتونین برین و تلویزیون امید جاودان رو سابسکرایب بشین، عضو بشین و از برنامه های 24 ساعته تلویزیون امید جاودان که شامل موزیک، فیلم، گفتار کشیشان عزیز هستش و همینطور فیلم های بسیار زیبا هست، لذت ببرین. و همینطور الان این برنامه روی فیسبوک کلیسای پرستندگان مسیح و روی فیسبوک تلویزیون محبت به طور زنده پخش میشه. تا یادم نرفته بگم که کشیش رسول عزیزم روزای سه شنبه در چنوال ساعت 2 برنامه دارن. خوشحال میشیم که ناظرین برنامه باشین و در دعا برای من و کشیش رسول عزیزم باشین، چون همینطور که ما برای شما دعا میکنیم و از خداوند میخوام که زندگیتون رو پر از برکت کنه، نیازمند دعای شما عزیزان هستیم. با سپاس از مطالبی که فرمودید. هموطن عزیز، این برنامه مستقیم هستش، تشویقتون میکنم گذشته از این که خودتون میتونید تماس بگیرید، منم داره خطوط پر میشه، اما بدون همسایه شما نیز احتیاج به نجات داره. آمین. و چه بسا الان احتیاج به یه دعا داره. دریغ نکنید، اگر وقتی ما اعلام میکنیم که مطابق کلام خداوند به مسیح ایمان آوردیم، ما برای شما دعا میکنیم تا با فیض خدا اجابت بشه، اینو بدون شما که مسیح ایمان آوردید روح خدا رو دارید، وعده خدا بر شما هم هست. شما میتونید برای دوستانتون، برای بچه محلتون، برای فامیلتون، برای کسایی که میشناسید دعا کنید و دعای شما برای سلامتی، آرامش و تسلی مطابق فیض خدا در نام عیسی مسیح اجابت میشه. آمی. و خودت هم محدود نکن. گاهی هستش که ما خودمون رو محدود میکنیم به خاطر اینکه خدا رو نمیشناسیم.
خدا رو دوست داریم اما نمیشناسیم. ما در مسیح به توسط عیسی مسیح خدا رو میشناسیم که او آمین. پدر ما هستش و با چهار ذاتی که ما آگاهی داریم نسبت به او از کلام خداوند که عدالت هست، محبت هست، رحمت هست، حکمت هست، ما رو میخواد برکت بده. پس این برکت رو که گرفتیم فقط حبس نکن برای خودت، این نور رو باید اجازه بدید روی کوه زندگی تو بدرخشه تا اون قسمت زندگی هایی که هنوز تاریک هست، دوستانت، فامیلت، آن خانه هایی زندگی اونها پر از نور بشه. تشویقتون میکنم 2-2، قبلا هم عرض کردم 2-2، هموطنان عزیز برید به بیمارستان ها برای مریض ها دعا کنید و اگر هدایت شدید بشارتشون بدید. 2-2 برید توی این امامزاده، این مراکزی که از طرف خدا نیستش عزیزان و اون مردمی که اونجا هستن مثل گذشته من و تو نمیدانن، برید دعا کنید. 2-2 برید توی این امامزاده ها، توی مراکزی که میبینید که فال و فالگیری هست، برید دعا کنید برای مردم تا مردم نجات پیدا کنند. شما برید، بقیه کار دست مسیح هست، بقیهش کار روح القدس هست. فکر نکن که نمیتونی، بله که من و شما نمیتونیم، ولی خدایی که در ما هست میتواند. حتی اونجایی که دکترها به شما میگن که فلانی دیگه اصلا امیدی نداریم، اینو بدونیم که خدای ما میتونه. در کتاب ارمیا 32:27 میگه اینک من یهوه، یهوه پس الله نه. عزیزان تحقیق کنید، الله بوته، رب خداست. اگه عربی رو دوست دارید، زبان عربی رو، بسیار عالی، رب خداست، الله خدا نیست. میگه اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، تمامی بشر، هیچ فرقی نمیکنه. ناسیونالیستی فکر نکرده بگه باید به این زبان، به این قبله، به این زمان باشید. خدای همه بشر هست در هر مکان، در هر زمان. اینک من یهوه خدای تمامی بشر هستم، آیا هیچ امری برای من مشکل می باشد؟ داره سوال میکنه. اگر شما ایمان دارید که خدای شما یهوه قادر مطلق هست، هم برای خودت هم برای دیگران، با اقتدار دعا کن. چرا که در نام عیسی مسیح وعده‌ای هست که حتما با فیض خدا خواهد شد. آمین. قبل از اینکه بخوایم خطوط رو بگیریم، لطفا لحظه با دعای من برای شما و برای هموطنان عزیزمون میخوایم دعا کنیم. آمین. پدر عزیزم، خدای قدوس رو شکر میکنم برای محبتت، این وقت، برای این شبکه، مدیران این شبکه، کارکنان این شبکه رو تو برکت بده، بینندگان ما رو به مصلحت‌های دلشون برکت بده و مطابق فیضت سرزمین ما رو از اسارت دروغ و مذهب دروغین و این نظام اسلامی تو رهایی بده و همه اینها رو در نام مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین. بریم با هم دیگه اولین خط رو داشته باشیم. ماندانای عزیز هستن. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید، صدا شما رو دارید. بفرمایید. بفرمایید. بله بله، بفرمایید. بله، زنده باشید. فیض خداوند همراه شما باشه. که کسی سخت لذت خواهد سنیم. شما همینطوره. متقابله. سپاسگزارم از اینکه این وقت من دستون که من دوباره بتونم با تماس بگیرم صحبت کنم. خواهش جانم. من وقتی میخوام یاد بگیرم، من میخوام ازتون درخواست کنم که سیستم خواستن لطفا از تمام وجودتون از اعماق وجودتون برای من یه دعا کنید. من خودم اصلا خوب نیست. پسر من دخترم رو ندیدم، قبلا تماس گرفتم خدمتتون، پسرم میاد با ما آشتی میکنه دوباره برمیگرده میره، نمیدونم دختر کیه. اگر براتون مقدور هست اسم دخترتون هم بگید. اگر براتون مقدور اسم دخترش چیه ماندانا جان؟ اسمش مطمئنه، اسمش آرومینه. هر دو، چون من با پارازیت میشم، هر دو معصومه و آرومه، هر دو به خاطر اینکه نمیتونه هر دوشون ببینه. بله بله، میره سر بهشون میزنه ولی دوباره نمیاد. ماندانا جان لحظه با دعای من متحد شد. آمین. حالا اگر توی فرصتی شد بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. آمین. در شبکه برام مقدور نیست از نظر زمانی. لطفا لحظه چشماتو ببند و همچنین دیگر هموطنان عزیز. من گواهی هم دارم خدمتتون. من با شما متحد نیستم برای دعا، ولی گواهی هم دارم. اگر اجازه بدین بعد از این موضوع من گواهی هم بدم خدمت. خواهش کنم. خواهش... لطف میفرمایید. پس لحظه با دعای من متوجه دیگر هموطنان عزیز که چنین موقعیت که خواهرمون اعلام کرد، اگر در زندگی و خانواده شما هست، اگر رابطه شکسته، لطفا با دعای من متوجه بشید. از عیسی مسیح دریافت کنید.
هللویای خدای قدوس، هللویای پدر عزیزم. حقیقتا شکرگزار هستیم که محبت و رحمت پدرانه تو ای خداوند بالای سر تمام کانون خانواده هست. ایمان ببخش ما رو ای خداوند و با خون مسیح کفاره کن خانواده هایی که خدای قدوس نتوانستن عیسی مسیح به تبعیت از آنچه که درست هست عمل کنن. اینک به طور خاص خواهرم ماندانا رو به حضورت میارم، فرزندانش رو به حضورت میارم که این رابطه اگر شکسته شده تو با فیضت پیوند بزنی ای خداوند، تو جلال یاب در زندگی ماندانه ای خداوند، فرزندان او ای خداوند با عشق و محبت به او برگردن و ای خدای قدوس این دوستی همیشگی باشه تحت پوشش فیض تو عیسی مسیح. همچنین دیگر هموطنان عزیزم که با دائما متحد هستن نسبت مشکلات خانوادگیشون رو تو ای خداوند برطرف کرده و تو آنها را برکت بدی به محبت و عشق پایدار، و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کن. متاسفانه قطع شد. فرماندارا میتونید تماس بگیرید گواهی ایمان رو بشنویم از شما. بله. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. حنانه هستش. حنانه جان روی خط هستی عزیزم. سلام شما درود فراوان بر کسی شدور. سپاس مهر شما. جانم بفرم. بفرم. سلام درود فراوان بر کسی شدور و خواهستنی. سپاس مهر شما. الو. ما صدای شما رو داریم. بفرمایید خواهش کنم. حنانه بفرمایید. سلام. درود بر شما. درود عزیزم. بفرمایید. ما صداتون داریم. بفرمایید خواهش کنم. سلام و درود فراوان بر کسی رسول و قاسمی. جانم. الو. ما صداتون رو داریم. مگر بله. من همان هستم، در هفته قبلم تمام گرفتم، تو شخدم از تماس گرفته بودم در کلیسا برام دعا کردی، دو سنی خواستگار دارم. بله. خب بعد برام عباس بود گفتم برام دعا، گفتیم دیگه هفته برندم تماس دیگه هم تماس گرفتم دوباره برام دعا بفرمایید. خواهش کنم. حتما لطف میکنید شما برای خواهرمون حنانه دعا کنید. بله. موضوع دعاتون هم بفرمایید. برای ازدواجشون با برادرمون عباس هست. بله. یه خواستگار دارم، اسمم یادش کرده بودیم به نام عباس. بله بله. پس لطفا با خواهرمون متحد بشید. آمین. تا با فیض خداوند ازدواج شما مبارک باشه تحت پوشش آنچه که در کلام خدا است. بفرمایید. خواهش کنم. خداوند شکرت میکنم، دخترت حنانه رو به حضورت میارم. اول از همه میخوام که با روح مقدس یک بار دیگه وجودش رو لمس کنی و آنچه که از زندگیش دوست نداری خودت دور کنی پدر جان، و اون کسی رو که اون تو انتخاب کردی خداوندا تو زندگیش باشه. خداوندا همسری رو که در نظر داره خداوندا بذار افکار اون شسته بشه برادرمون عباس خداوندا، و زندگی اون رو عوض کن خداوندا، و این ازدواج رو خداوندا تو مبارک بخون، و دست سوم در دست این عزیزان باش پدر جان تا از دستهای تو برکت بگیرن. پدر عزیزم عیسی مسیح زنده، آرزوهای دختر تو حنانه رو به حضورت میارم. ایمان دارم که در نام عیسی مسیح به همه آرزوهاش خداوندا چون پدرش هستی جواب مثبت میدی، و همه اینا رو به نام عیسی مسیح زنده پدر جان این دعا رو به حضورت آوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 هللویا. با ایمان دریافت. شما رو دستان خدا میسپارم. آمین. با فیض خداوند که با آنچه که مسئله دلتون هست انجام. خواهش میکنم. مادری هم داشتم که مشکل تخمدان داشت به نام نجمه، اسم اون هم گفته بودم برای او هم دعا بفرمایید. حتما اسمشون رو می نویسید. لطف کنید سه شنبه ها با ما در تماس باشید. بله. براتون دعا میکنیم. شما به دستان مسیح میسپارید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. هموطنان عزیز، قبلا نیز خدمت شما عزیزان اعلام کردیم که آنچه را که در اسلام به عنوان عقد اعلام میشه این یک قرارداد بوده و هیچ ربطی هم به خدا نداره، حقیقت ملکوت خدا نداره، بلکه این از یک حزبی به نام اسلام اومده، یک حزب سیاسی و یک قرارداد هستش. بنابراین تشویقتون میکنم عزیزانی که به مسیح ایمان آوردید تماس بگیرید. وقت میذاریم توی شبکه، نمیتونم این کار رو انجام بدم چون زمان میبره، اما بعد از برنامه هماهنگ کنید لطفاً. ما
اون عقد اسلامی شما رو باطل میکنیم در نام مسیح، ولی آمی. پیوند مسیحی میکنیم. پیوند مسیحی یعنی زن و شوهر با خدا. عقد یک معامله هستش که قصه مهریه و شیربا و بعضی این قصه هاست که اینها از یک باور ارتجاعی گرفته شده که اصلا ربطی به خدا نداره، ربطی به باورهای الهی نداره. اینو بدونیم که هموطنان، تا زمانی که ما نمیدانیم هیچ اشکال نداره، نمیدونیم، ولی وقتی دانستیم دوباره به پیروی اون رفتار گذشته بریم، باعث بیبرکتی تو زندگیمون خواهیم شد. پس من صحبتم امروز با مسیحی ها هستش، و اگر در جمع ما هموطنانی هستن که هنوز قلبتون مسیح ندید، وقت به الان هست که تماس بگیرید، براتون دعای نجات رو بخونم. آزاد شید، از این طلسم اسلام آزاد بشید، از این بیبرکتی که در اسلام هست آزاد بشید. اون موقع شما آرامش و قوت رو خواهید یافت که در محبت خدا زندگی حقیقتاً حتی در سختی‌ها زیبا هستش. بریم با هم خط دیگه رو بگیریم. فاقه جون هستش، فاقه جون روی خط هستی عزیزم. الو؟ الو جانم بفرمه. سلام خواه هستم. درود عزیزم. درود در شما، بفرمه. درود در شما، بفرمه. عزیزم من صدا رو با پارازیت دارم متاسفانه. دکترم طلاق گرفته، شوهر گردش خیلی اذیتم میکنه، خیلی آرامش نداره. هر روز تلفن میزنه میگه میام تاقوم میکنم با شما، خیلی اذیت میکنه ما را. بله شما متوجه شد چی شده؟ من متوجه شدم. برای مشکلاتی هست برای خودشون و فرزندشون. آه بسیار خوب، پس بیاید با هم دیگه یه دعایی بخونیم. خواهر جان لطفاً بیاید با هم دعا میکنیم. من متاسفانه نمیدونم چرا امروز با پارازیت همه رو دارم میشنوم، یا گوشی من خوب نیست یا این که مال من هم همینجور هست، همینطور هست. بله متاسفانه. اما بیاید لطفاً لحظه شوهر دخترش با. شما لطف کنید فای جان، لطف کنید، لطف کنید بعد از این برنامه یک ساعت و نیمه دیگه به من تماس بگیرید که اصلا من ببینم اونجا چه خبره، قصه چیه، بعد با هاتون هم دعا میکنم. من شما رو به دستان خدا میسپارم، اون موقع با هم دعا میکنم. آمین. خواهش میکنم، چون من اصلا متوجه مطلب نشدم. آمین. شما رو به دستان خدا میسپارم. آمین. چون چقدر خیلی خواهش، خیلی مهم هست. بعضی از عزیزان میان به ما میگن که خدا نگهدار فاقه جان، شما رو دستان مسیح میسپارم، میان میگن برای ما دعا کنید. بله. ولی موضوع دعا رو نمیگن. میفهمم که خدا میدونه. بله. اما اگر شما به یک نفر اعتماد میکنید که براتون دعا کنه، لطفا موضوع رو بگید، به طور خاص به شبانان. بله. چرا که اونها از طرف خدا این خواندگی رو دارن که با محض خدا با شما صحبت کنن، با حکمت خدا با شما صحبت کنن و آگاهی نسبت به کلام خدا دارن، شما رو راهنمایی کنن. و بعضی اصلا میخوان آزمایش کنن، مثلا میگن شما برای ما دعا کن، هر چی خدا گفت به ما بگو. این طریق درستی نیست. ما که اینجا فالگیر نیستیم که فال شما رو بگیریم برای موضوعی که نمیدونیم دعا کنیم. ما انسان هستیم طبیعتاً، ما همه چیز خوب نمیدونیم، ولی روح القدس میدونه. شما مطلب دعاتون رو همیشه بگید، وقتی که گفتید اگر احتیاج به راهنمایی باشه راهنمایی خواهیم کرد، و در غیر این صورت احتیاج باشه دعا کنیم از خدا هدایت بگیریم، به توسط هدایت روح القدس با شما صحبت کنیم. پس خواهش میکنم این گونه از کسایی که میخواهید براتون دعا کنن، اونها رو تو امتحان نبرید. موضوع دعاتون رو بگید، اگر این ایمانو دارید پس با اون شخص که متحد میشید موضوع دعاتون رو بگید که براتون دعا کنم. بریم با هم خط دیگه ای رو داشته باشیم. جانشو هستش. آیا صدای ما رو دارید؟ الو؟ آیا صدای ما رو دارید؟ جانشو؟ الو؟
متاسفانه صدا همه درود بر شما. درود بر شما. الو میشنویم صدا تو جان شد. بفرمایید. درود بر شما برادر عزیز گلم. سلام و شما هستی زنده. خدا هم برکت بهتون بده. آمین. سپاس هم مرسی. در خدمتون هستیم. بفرمایید. اسلام به دعا داشتم. برادر رسول. خود همون. یکی برای برکت خونم. خودم مریضم. الان بیمارستانم. هر بنده. باید خود نیست. دعا کنم برای ما. دعا برای برکت. تمام مریضا نه تنها برای ما تمام مریضا که تو بیمارستان حتما جمع حتما ما متاسفانه صدای شما رو با پارازیت داریم زیاد در دعا کن که خدا من امکان ملاقات کنم. آمین. لحظه بیاد با دعای من متحد بشید و دیگر هموطنان عزیزم تشویقتون میکنم. در جمع هموطنان ما خیلی ها هستید هنوز دو به شک هستید، حق دارید، هنوز نمیدونید حقیقت چی هست. کلام خداوند میگه حقیقت رو بطلبید، حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پس اگر مشتاق حقیقت هستید تشویقتون میکنم از خداوند بخواید که این حقیقت براتون باز بشه. روزگاری من نیز حقیقت خدا رو خواستم، مسیر رو ملاقات کردم و امروز در خدمت شما هستم در این مسیری که ایمان دارم حقیقت هستش. پس شما هم وطن عزیزم حقیقت رو بخواه از خداوند و اگر قلبت آماده هست تماس بگیر و قلبت رو به عیسی مسیح بده. بیا جمع شو جان با هم دیگه دعا کنیم. پدر آسمانی خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت برای وجود برادر عزیزم. تو رو شکر میکنم قلب خوبش خداوندا. به مواردی که اعلام کرد از تو میخوام در نام عیسی مسیح تو اندیشه کنی و تو آرامش برادرم باشی و زندگی او رو مبارک بخوانیم تحت اراده خودت ای خداوند، به آنچه که نیکوست ای پدر جان. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح خدا آنچه که شروع کردی در زندگی برادرم تو به کمال برسون و سلامتی او ای خداوندا توی دستای تو باشه و هر نیازی ای خداوندا ای پدر جان برای اون نیاز تو اندیشه کن و او رو مبارک بخوان. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان خدا میسپارم. اگر موافق باشید ما به خاطر اینکه متاسفانه صداها خوش آمد صداها با پارازیت میاد، من از اتاق فرمان خواهش میکنم بریم با هم یه موزیک ویدیو ببینیم و یا کلیپی رو ببینیم براشون مقدور باشه، بریم برگردیم تا این صداها تنظیم بشه، چون که من صداها رو متوجه نمیشم. بر من هم همینطور. بله. از اتاق فرمان خواهش کنم لطفاً یه سرودی رو بذارن در صورت امکان ما بریم تا ببینیم این صداها چرا این مشکل رو داره، چون نمیتونیم متوجه بشیم. بریم و برمیگردیم با شما هست. کلام خدا میگه زیرا خداوند جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پدر تو را بخشید به جهان، تولد یافتی در قلب ما، بر خود گرفتی جسم انسان، عیسی تو گشتی چون مردمان. خواهم تنها تو را به سرایم، با کلام زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، تنها با تو ای خواهم تنها تو را به سرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، با تو ای عیسی. رنج و درد کشیدی بهر من، تحقیر گشتی تو از بحر من، مصلوب گشتی تو از بحر من، خون پاکت ریختی بحر من. خواهم تنها تو را به
سرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، تنها با تو ای عیسی. کنم دنیا را بهر تو، زندگی نمایم بهر تو، سرودین و خان بهر تو، جلال آورم من بهر تو. خواهم تنها تو را به سرایم، با کلامت زندگی نمایم، محبت تو پایدار مانم، تنها با تو ای عیسی. خواهم تنها تو را به سرایم، با کلامت زندگی نمایم، در محبت تو پایدار مانم، با تو ای عیسی. انسان آفریده شده تا بیاموزد و اگر مشتاق تعالیم کلام خدا باشد، تأثیر آن خردمندی خواهد بود که هر دشواری و آشوب را به نظم و اعتدال تبدیل خواهد نمود. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هستش که خود با مشکلات صدا روبرو شدیم، خوشبختانه حل شد. الان برادر عزیزی رو داریم روی خط، برادر روبرت عزیز، در خدمت شما هستیم. روبرت جان بفرمایید عزیزم. سلام چشم رسول جان، صدای من رو دارین؟ خوب بله 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 بله، درود بر شما، بفرمایید روبرت جان. حال شما خوبه؟ خواهش می‌کنم، حال شما خوبه؟ شما مرسی عزیزم. چشی رسوزو، اولا من یه دونه شهادت کوچولو دارم بهتون بگم، بعد یه درخواست دعای کوچولو هم ازتون دارم. خواهش میکنم عزیزی، بفهم رو بچن. من تقریبا 14 سال بود که سیگار میکشیدم، روزی دو بسته اینا، به هیچ عنوان نمیتونستم ترکش بکنم. یعنی نمیدونم، حالا شما میدونید، ولی کسایی که سیگار میکشن فکر کنم سخت‌ترین چیزیه که توی دنیا ترک کردنش از مواد مخدرم خیلی سخت‌تره. واقعا خیلی سخت. من دیگه یه شب اونقدر ازش خسته شده بودم دیگه، من همش با خودم کلنجار می‌رفتم که اینو چجوری از توی زندگیم ببرم بیرون، چون واقعا خیلی سخت بود. یه شب نشستم همینجوری داشتم مسیح اون تابلوشو نگاه می‌کردم شام آخرو، بعد از ته دلم اینجوری گفتم تو کمکم بکن، همین الان این دودو از توی زندگی من ببر بیرون. توی بسترم 3-4 تا بیشتر نمونده بود، ساعت 2 شب بود، تقریبا 2 بسته و خورده‌ای کشیدم، همینجوری مچالش کردم انداختم توی آشغالی. الان 6 سال از توی زندگیم کلا رفته بیرون. براو هللویا، خدا رو شکر برای مسیح، خدا رو شکر. این شهادت من بود، گفتم حالا آمین که دارم نشستم روبرت جان چون بشنوم ببینم. براو روبرت جان، وقتی که ما به مسیح ایمان میآوریم روح خدا رو داریم، و چون روح القدس رو داریم، روح القدس ما رو ملزم میکنه، خدا ما رو ملزم میکنه. کلام خدا میگه، خدا گفت و شد در مزمور 33 آیه 9، پس زمانی که شما به قوت خدا اعلام کردی که دیگه نمیخوام من سیگار بکشم، قوت خدا در شما عمل کرده. یعنی گفت و شد و خدا برکتتون داده، خدا رو شد. این برای همه ایمانداران هست. هموطنان عزیز، این رو بدونیم، وقتی مسیح ایمان میآوریم به قوت روح القدس ما میتوانیم. دیگه لزومی نداره به این امامزاده، به این انسان، به اون انسان وابسته بشیم. در برابر ما فقط خدای پر از عشق و محبت هست. آمین. بله بفرمایید روبرت جان، در خدمتتون هستم.
چش رسول الله. الان دوستام همچنان دارن سیگار میکشن، هی بهشون هی میخوان ترک بکنن نمیتونه، هی بهشون میگم آقا کلیدش همینه، باید از مسیح بخواین، خیلی راحت همون لحظه تموم میشه میره. آقا اینا قبول نمی کنن. خب اولین قدم تصمیمه. اولین قدم که من تصمیم میگیرم. قدم دوم وقتی میبینم در زندگی من موقعیتی هست که موقعیت درستی نیست، باید ازش برگردم، توبه است. آمین. توبه قلبیه. و بعد قدم سوم تقدیسه. آمین. من خودم رو تقدیس میکنم. قدم چهارم تعلیمه. آمین. تعلیم میگیرم. قدم بعدی تقویت کلام رو میخونم، از روح خدا پر میشم و قدم بعدیش اینه که در مسیر تکمیل شدن هست. آمی. تکمیل میشیم به شباهت خدا. آمی. اما قدم آخرش که همون از اول شروع میشه تضمین خداست به اون ایمان خوب شما. شما این ایمان رو داشتی، خدا تضمینش کرد. آمی. ولی اون دوستان شما اگر این ایمان رو داشته باشم، اونها هم به قوت خدا میتوانن، ولی باید مثل شما تصمیم بگیرن، توبه کنن، تقدیس کنن، تعلیم بگیرن، تقویت بشن از روح خدا و کلام خداوند، تا در مسیر تکمیل شدن خدا تضمین کنه که آنچه که میخوان رو خدا بهشون خواهد داد. بله میفرمایید. درست درست. عزیزید عزیز. چشیر سوزان ازتون میخواستم، واسه وضعیت مالی من زیاد خوب نیست، تنها هستم، کسی رو ندارم، چند سال تنها زندگی میکنم، پدر مادرم از دست دادم. خودتون میدونید الان وضعیت اینجا اقتصادی اینجا فوق العاده خرابه، فوق العاده. من خودم بدکار هستم ولی وضعیت کاری خیلی خراب. ازتون خواهش میکنم برای من دعای برکت و برای وضعیت مالی مینا. حتما روبرت عزیزم، حتما میدونی واقعا سرزمین ما الان متاسفانه تحت مدیریت افراد بیخرد هست، از این رو هست، همه اکثر ایرانی ها این گونه هستن، اما ایمان داریم دست حفاظت خداوند دیر یا زود عمل خواهد کرد و کشور ما رهایی پیدا خواهد کرد این شرایط بعد. روبرت جان لحظه با دایی من متحد شد. دیگر هموطنان عزیزم، کشید رسول جان یه کوچولو بفرم حرف داشتم. یه خانومم هست نمیخوام اسمشو بیارم، اگه امکانش باشه برای زانوهای اونم دعا بکنید، زانوهاش خیلی بد. اگر ایشون مایل بودن من. یا خود شما سه شنبه به ما زنگ بزنید که براشون دعا کنیم مستقیم. ولی چشم، حتما چشم. بیاید پس روبرت جان هم برای شما و برای همون خانومم دعا میکنیم. هللویای خدای قدوس، شکر پدر جان. یهوه یایرا، در حضور تو هستیم که مهیا کننده هستی. خداوند تو از قلب خوب روبرت که با تو هست با خبر هستی. آمین پدر جان. از این رو بود وقت که تصمیم گرفت سیگار نکشه، تو قوت برادرم شدی. بله پس در نام عیسی مسیح میخوام آرامش او باشی ای خدا. حکمت شد. برادرم بیشتر از گذشته باشی برای کسب درآمدش ای خداوند. و هر نوع بی برکتی رو در نام مسیح از زندگی او دور کنه ای خداوند. پس برادر من رو ای خدا به طریق خودت مبارک بخوان برای نیازهای مالی ای خداوند. و آرامش تو و پوری روح مقدس تو و ای خدا به مصلحت‌های دلش نیز ای خداوند تو او رو مبارک بخوان. همچنین دعا می‌کنم برای اون خانومی که زانوهاش درد میکنه، در نام عیسی مسیح دست سلامتی و شفای تو بر زانوهای او قرار بگیره و به هر علتی که این ضعف وجود او رو گرفته خداوند این ضعف رو تو بشور و قوت تو بر او باشه ای پدر عزیزم. و همچنین از تو میخوام دیگر هموطنان عزیزم که در این شرایط بد اقتصادی قرار گرفتن ای خداوند، تو ای خداوند آنان را با محبت خودت تأمین کننده زندگی هاشون باشه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین. آمین که روبرت جان و دیگر هموطنان عزیزم با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان مسیح میسیم. خیلی تشکر میکنم. عزیزم. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. ساسان رو میخوایم بگیریم. ساسان جان روی خط هستی عزیزم. وقت شما بخیر. بفرمایید خواهشم. الو. درود خداوندگار عیسی مسیح بر شما. همچنین شما. بنده شادی حضرت مسیح رو همراه شما طلب میکنم. سپاس و جلال بر نام خداوند. آمین. شایسته است برادر. سلامت باشید. برادر رسول و خواهر عزیز. واقعا از برنامه های خوب شما تشکر میکنم و برکت داده بشه انشالله. سپاس و مهرش طرف خداوند بر شما. سپاس.
نکته ای رو میخواستم عرض بکنم. من وقتی که کتاب مقدس رو میخونم متوجه میشم که زبان کتاب مقدس زبان عشق هست، زبان محبت هست، زبان همدیستی هست، زبان اون چیزی که همدیگر رو درک بکنیم، زبانی که به دیگر ظلم نکنیم. این زبان کتاب کتاب مقدس هست. و متاسفانه الان زبان امروز دنیا و زبان کشورهای متعدد الان شده زبان قدرت، زبان مذاکره رو گذاشتن کنار، زبان زور شده متاسفانه، زبان خواهش دیگه هیچ فایده ای نداره. الان ما وقتی که میبینیم که یک بحث سیاسی بدم میاد، اما واقعا بعضی وقتا آدم باید بعضی نکات رو بگه، مثل برادر رسول که واقعا آگاهی میدن به همه ایماندارا و از خدا برکت میخوام برای افرادی که خدمت میکنن به ایماندارا. و این که الان مثلا اگر میبینیم که یک کشتی رو گرفتن، وقتی که با زبان مذاکره جواب نمیده با قدرت برخورد کردن. این قدرت باعث شد که خداوند عیسی مسیح قلب خیلی ها رو لمس بکنه این وسط، حتی اون کسی که در محکمه هست رو عیسی مسیح قلب اون رو لمس میکنه و حکمی رو میده و اون کشتی رو آزاد میکنن. اما زبان قدرت اینجا کارساز شده بود متاسفانه. نباید این گونه به نظرم باشه، باید با زبان آرامش باشه، اما زبان قدرت اینجا زبانی بودش که حاکم شد. و من یه خواهشی دارم که همه افراد اگر به قوانین خودشون، قوانین زیست خودشون، قوانین اجتماع خودشون پایبند باشن، اتفاقات دردناک نمیفته. و باز هم از خداوند عیسی مسیح برای شما برکت طلب می‌کنم. جلال بر نام عیسی مسیح. مرسی عزیزم. آمین. جلال بر مسیح. شما رو دست مرسی ساسان. مرسی ساسان. مرسی قربان. برکت خداوند باشه. خدا با شما ساسان عزیزم. مرسی مرسی. خدا نگهدار. برید پس. یه مطلبی که هستش، حالا ایشون در تو با این کشتی که گفتن گرفته شد اینا درسته؟ واقعا اول اینا میدونیم که کلام خدا میگه شیطان در زمین سلطنت میکنه و اینم بدونیم هموطنان عزیز، حتی ما وقتی صحبت از آمریکا و اروپا میکنیم منظور این نیست که توی آمریکا همه ایماندارانی هستن که تولد تازه دارن و دولتمندانشون تولد تازه دارن اینا. ولی آنچه که ما امروز در مسیح یافتیم این هست که بتونیم در مرحله اول دعا کنیم، برای دولت‌ها دعا می‌کنیم. خب دولت‌های مثل آمریکا، دولت‌های مثل اروپا که توی دموکراسی هستن حتما اشتباهاتی هم می‌کنن، خطایایی می‌کنن، اونا منافع خودشون رو بخواد. اما امروز ما باید ببینیم این دولت نظام اسلامی چرا منافع مردم ما رو نمی‌خواد؟ چرا اونها بی‌خردی کردن؟ چرا 40 سال دارن با دنیا می‌جنگن؟ با دنیا دارن می‌جنگن. علت آشوب‌هایی که امروز ما داریم در منطقه می‌بینیم و در خلیج فارس می‌بینیم، همه علتاش خود نظام اسلامی است که از ابتدا شروع کرد مرگ بر همه کشورها گفتن و بعد کم کم اومد پدر خوندش رو پیدا کرد که روسیه بودش و پوتین هستش و دست به دست پوتین داد و رفت توی سوریه، مردم سوریه که آزادی خواه بودن رو حمایت کردن از بشار اسد که دیکتاتور بود و متاسفانه بچه ها رو کشتن، پیران رو کشتن، جوانان رو کشتن و دست خودشون رو آلوده به خون مردم بیگناه دنیا کرده و ترور کردن. چقدر ترور کردن و پیامشون برای مردم دنیا متاسفانه جنگ بود، مگر برای جنگ طلبا که رفتن کارهای نفت مجانی دادن، پول دادن به اونها. ولی مردم ما رو ببینید تو چه وضعیتی هستن. پس بنابراین از ماست که بر ماست، یعنی نظام، خود نظام اسلامی دلیل این همه متاسفانه بی‌نظمی شده. بله وقتی که زور میگن، مردم ما که خب قدرتی ندارن در برابر این نظام بایستن، تا میان بیرون میکشنشون. خدا اجازه میده یه قدرت مثل آمریکا بیاد بزنه تو دهن این جمهوری اسلامی. از این روح هست برادرم که لازم دارن این تو این نظامای اسلامی رو یه قدرتی. شما تو کتاب مقدس هم که نگاه کنید می‌بینید همینطوره. اونایی که زور میگن خدا اجازه میده یه قدرتی بالاتر از اونها بیاد که تو دهن اینا بزنه. خمینی می‌خواست بزنه ولی خورد تو دهنش. چرا؟ که 40 سال ظلم به مردم ما کردم. دخترها و پسرهای 12-13 ساله توی زندان اوین دخترها بهشون تجاوز شد و پسرها هر دو رو کشتن چون عضو یک سازمانی برفرض بودن، مخالف بودن. و در طول حالا شما ببینید طرف یک کلیه رو فروخته،
کلیپاش هست، میگه من کلیه دومم بفروشم که میمیرم دیگه، چه وضعیت بدی درست کردم. اونقدر از نظر اقتصادی وضعیتشون بد شده، 3-0 اولو میخوام بردارم. با توجه به اینکه متخصصین دانشمند توی امور اقتصادی بهشون ثابت کردن که این هزینه بسیاری داره، تازه تورم هم بیشتر میشه. چرا؟ چون بر فرض مثال شما یه کالایی رو اگر میخرید 30,000 خورده‌ای، خب اون کاسب که خورده‌ایشو نمیاد برداره، میشه 31,000 تا. متوجه؟ پس دیگه تموم میشه. اما این دستورالعمل خامنه‌ای بود به خاطر دزدی‌ها و اختلاس‌هایی که شده، و خامنه‌ای میخواد دیگه این ظالم‌زاده‌ها که انقدر دزدی کردن ارقامشون اون بالا نباشه. بر فرض 2,000,000,000 تومان دزدیده شده، بگن 2,000,000,000 دزدیده، این هزارش بیاد پایین. از اون طرف تورم میره بالا، این از نظر روانی میخوان این کارو بکنن. پس عزیز من ساسان جا، میفهمم دل قشنگت، اما ببینید دلیل، من تایید نمیکنم کار اینکه کشوری هم بیاد دوباره بخواد سر اون کشتی، اما اینو بدون ساسان جا، از ماست که بر ماست. خود نظام اسلامی دست قوی و یکی از شاخهای شیطانه، شاخ دیگه‌ش هم روسیه سلام، که این دوتا با هم دست به دست هم دادن و دارن جهان رو نابود میکنن. فریاد دارید برید در برابر سفارت روسیه و اونجا اعتراض بکنید. اگر مردم ما در برابر این سفارت روسیه بایستن اعتراض بکنن، نظام اسلامی هم که نمیتونه چیز دیگه بگه. در برابر مجلس مشکل دارید، خب برید در برابر سفارت روسیه جایی بایستید که دارن دفاع میکنن، و داریم ما تمام کشورمون رو از دست میدیم به خاطر این روسیه، کاسپیان هم داریم از دست میدیم. تا کی باید سکوت کنیم هموطن عزیزم؟ تا زمانی که سکوت میکنیم همین موقعیت هست. ما انتظاری نمیتونیم داشته باشیم. دولت آمریکا و اروپا منافع خودش رو و مردمش رو میخواد، نظام اسلامی منافع مردمش رو نمیخواد، منافع خودش رو میخواد. البته دارن استعمار میکنن، کشور رو به غارت بردن، اما منافع مردم رو نمیخوان. مشکل اصلی این ساسان جان عزیزم. پس ما بهترین کار اینه که این نظام رو بکشیم پایین، سرنگونش کنیم. بعد شما بهتون قول میدم دولت آمریکا میاد کمک ما میکنه، اسرائیل به ما کمک خواهد کردش و از این شرایط ما نجات پیدا خواهیم کرد. ولی الان دولت آمریکا، اسرائیل در برابر دولت ایران ایستاده، نه در برابر مردم ایران نایستاده. همیشه گفتن ما حمایت میکنیم. پس خواهش میکنم دعا کنید سرنگون باد نظام اسلامی، مشکل حل خواهد شد با فیض مسیح. بریم با هم خط دیگه رو بگیریم. آزیتا هستن. آزیتا جون روی خط هستی عزیزم؟ الو سلام علیکم. درود بر شما. بفرمایید. الو سلام علیکم. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید جانم. سمی جون سلام عزیزم، ببخشید سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای سپاس هم مهر ممنونم. قبل از همه بگم که شما الان یه دعایی کنید لطفا این شیاطین از ایران دور بشن، و یه دعا خواستم که شیاطین از ایران دور بشن، و یه دعا برای همسرم که دفع شریر از ایران. بله آمین. حتما حتما آمین. بله عزیزم. یک دعا هم میخواستم که برای همسرم که دادگاهی داره لطف کنین که پیروز از دادگاه بیاد بیرون. بعد اسم همسایه چی عزیزم؟ برای دستم که لرزش داره. اسم همسایه چی آزیتا جان؟ همسایه نیست، همسرم علاءالدین. چی؟ علاءالدین. متاسفانه بازم با پارازیت داره برنامه ما. بله. بعد برای لرزش دست خودم هم میخواستم که لرزش داره، سرم خیلی درد میگیره و لرزشم هم یه ذره شدید شده. آمی. خیلی وقتی دوست داشتم با کشیش رسول صحبت کنم در مورد عقدم. من در خدمت شما هستم آزیتا جان. اگر لطف کنید سه شنبه به من زنگ بزنید برای دعا، اون موقع میگم که کی زنگ بزنید. با همین شماره؟ بله با هم خود شبکه. عزیزان لطف میکنن شما رو ما تو کلیسا وصل کنن. ما سه شنبه توی کلیسا هستیم و اون موقع بهتون میگم، و اگرم احتیاج به مشورت و صحبت بود من در خدمتتون هستم تو اون وقتی که مشخص میکنیم.
پس ممنون، سپاسگزارم، یک دنیا ممنون. خواهش کنم آزاد جان، یه لحظه با دعای من متحد شو لطفا. خدا روشی برای قلب خوبت که اول درخواستت این بود که دعا کنیم این شریر بره از ایران. آمین. کاش که به اونجای برسیم که همه این ملت ما این رو درک کنن که حقیقتا میدونن بهترین دعا این هستش که دعا کنیم شریر از این ایران بره و اون شریر خود نظام اسلامی هست و این باور اسلامی هستش که متاسفانه باعث بیبرکتی شد. بیاد با هم دعا میکنیم. هللویای خدای قدوس، پدر آسمانی، خداوند، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمه. در ابتدا میخوام خواهرم آزیتا رو تو مطابق فیضت ای خدا به توسط روح القدس آرامش عطا کنی. خواهش میکنم. به قوت و آرامش تو ای خداوند، به امید تو ای خداوند، دست حفاظت و سلامتی تو با او و همسرش و خانوادهش باشه ای خداوند. برای تمام مواردی که گفت تو اندیشه کن و تو با فیضت اجابت کننده باش ای پدر عزیزم، چرا که این وعده تو بود عیسی مسیح. همچنین از تو میخوام خداوند، میدونیم که تو طالب ظالمی نیستی، تو خداوند ظالم رو اجازه نمیدی ای خدای قدوس برقرار باشه. از این رو از تو میخوام خداوند با خون مسیح کشور عزیز ما رو کفاره کن. گناهان ای خدا هموطنان عزیز ما رو ببخش که هنوز ای خداوند با تو روبرو نشدم و خدای حقیقی و زنده رو نمیشناسم و متاسفانه قربانی میدن، به اشتباه قربانی میدن، به اشتباه عبادت میکنن ای خداوند. آنان را ببخش و مطابق فیضت ای خدا ایرانی ها رو تو ملاقات کن و حقیقت تو بر ایرانیان مکشوف بشه و آنان را یک دل کن ای خداوند. قوت ایرانیان باش تا در برابر این قدرت تاریکی نظام اسلامی بایستن و تو اون نظام رو سرنگون کن. و ای خداوند از تو میخوام دلسوزانی رو که ای پدر تو میپسندی اجازه بده در آینده ایران برای آبادانی کشور عزیزمون ایران ای خداوند آسین بالا بزنن و ای خدا کشور عزیز ما رو در مسیر اراده خودت برکت بده. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین. با ایمان دریافت کن آزیتا جان، شما رو به دستان مسیح میسپارم. فیض خدا باشه، فیض خدا باشه. ممنونم. بریم با هم دیگه خط دیگه داشته باشیم. مرشیر عزیز و مرشیر جان رو خط هستی عزیزم. وقت شما بخیر، بفرمایید. مرشیر جان بفرمایید عزیزم. اگر صدای ما رو دارید. الو الو جانم. الو الو مهشید هستم، حالتون خوبه؟ ممنون باشم. مرسی. بفرما خواهش کنم مهشید جان. با عرض ادب و سلام خدمت کشیش رسول عزیز و سمی جان عزیز. سپاسم عزیزم. خوبین شما؟ شب روزتون بخیر. جانم میخواستم تشکر کنم به خاطر این هفته خوبی که داشتیم و گذروندیم، به خاطر موضوع قشنگی که برامون پیش اومد. بله، پیوند مسیحیمون. هللویا، تبریک میگم. بله، سلام داره. درود بفرستین جانم. خدا رو شکر. مرسی. همسرم سلام داره. فرزندم سلام داره خدمتتون. پسرم مرسی، سلامت باشید. قربان شما. روزها خوب سپری شد. فقط کشیش رسول جان، فقط من یک کم با درد خیلی داشتم این دفعه، این روزها خیلی درد کشیدم، نمیدونم چرا، حالا چه چیزی بودش و اینها. آره، درد من تمامی نداشت این هفته، ولی باز هم با یاری خدا و عیسی مسیح جان و کتاب انجیل عزیزمون سعی کردم دردم رو آروم کنم، ولی خیلی به هم سخت گذشت. یعنی کنار بوده. بله، گفتم اگر بشه برام یه دعای خیری کنین که روی تیوی باشه که همه با همو هم بستگی کنن. آره، برام دعا کنن واقعا از زمین قلب. آمین. 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 حالا سمی جان میخوام، سمی جان یه دعای برکت کنین برای عزیزم و آرامش. حتما خواهر خوبه. آره، خواهش میکنم. برای دردم، برای شفام. بله، در نام عیسی مسیح. تشویقتون میکنم سه شنبه ها با ما تماس بگیرید، اونقدر زنگ بزنید سه شنبه ها تا دعا میکنیم و ایمان داریم خداوند عمل میکنه. بفهم خواهش کنم سمی جان برای شما دعا عزیزم. خواهش شکرت میکنم برای وجود مهشیر عزیزم که قلبش مملو از عشق تو پدر جان و چنان با مهربانی سخن میگه خداوند که از وجود اون منم عشق میگیرم. شکرت میکنم خداوند که اونو به فرزندانش وصل کردی،
پسرش و دخترش خداوندا تا در کنار هم دیگه نام تو رو جلال بدن خداوندا. من ایمان دارم که تا انقضای عالم محشید و تو تنها نمیذاری، نه تنها اونو بلکه فرزندان او. آمین. چون فرزندان او فرزندان تو هستن. آمین. خداوندا میخوام که دست شفابخش تو روی وجود عزیز محشید عزیزم بکشی. آمین. خداوندا و با خون مقدست یک بار دیگه بشوری و اون چی رو که در بدنش هست و از آن تو نیست خداوندا نهیب میزنم در نام مقدست و بیرون میکنیم پدر جان. تا تو جلال پیدا کنی خداوندا، تا در تلفن بعدی خبر شفاش رو به ما بده، چون من ایمان دارم خداوندا که شفا دهنده تو هستی عیسی مسیح زنده، و میخوام باران برکت تو به دخترت محشید و فرزندانش بدی تا در خانهش خانه دعای تو بشه. خداوندا سفره برای عزیزانی بچینه که خداوندا میان گرده هم جمع میشن و برای جلال نام تو دعا میکنن. آمین. و تمام عزیزانی که خداوندا مشکلی مثل محشید عزیزمو دارن به حضورت میارم پدر جون، و ایمان دارم که خداوندا همانطور که جواب محشید رو دادی جواب اون عزیزانم میدی. به نام پدر، پسر، روح القدس، پدر جان به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. آمین. آمین که با ایمان دریافت کردیم. محشید جان شما به دستان خدا میسپاریم. بله. و با ایمان دریافت کنید دعایی که خواهرم کردش. خطوط ما بسیار پرست. چون میخواستم بگم که کیتی رسول جان، فقط چون این روزها من خیلی تلاش میکنم برای عیسی مسیح جان و سعی میکنم کارهای راه خیر رو انجام بدم و ده یک هامون رو رد میکنم، همه توسط من انجام میگیره، این نهیب هی به من میزنه. آره آره. ولی خب من نمیذارم منو از پادر بیاره. آمین. خدای خودم و به عیسی مسیح جان پناه میارم. آره. آمین. امیدوارم که بتونیم شکستش بدیم. آمین که شکست دادیم. آمین که شکست دادیم. شکست خورده. آمین. خواهش میکنم. شما رو به دستان مسیح قربانت. خدا نگهدار عزیزم. همچنین. خدا بهتون. من هم همینطور عزیزم. میدونیم که خب شیطان محدود نمیشه هیچ موقع. بگیم بر فرض الان فقط توی ایران هست، همه جای دنیا هستش، خرابکاری زیاد میکنه. اما از اونجایی که این حکومت خودش حکومت شیطانی هستش، متاسفانه روحهای شریر بسیار آسیب میزنن. برای همین هستش که شما ببینید با باورهای اسلامی دنبال فال و فالگیری هم میره مردم. چرا؟ مردمی که هنوز نمیشناسن، به خاطر اینکه خدای حقیقی رو نمیشناسن و شیطان اونها رو فریب میده. خود خامنه ایش هم میره دنبال فال و فالگیری بیچاره، چون اونم خبر نداره، اونم که خدا رو نمیشناسه. تمام دولتمندا میرن دنبال فال و فالگیری. برای همین توی چاه دنبال نجات گر دهنده میگه. یه زمانی میگفتن جنات تو چاهه، چاه هستن، ولی اونا خوش میبینن تو چاه دنبال نجات دهنده. نجات دهنده از آسمان میاد نه از چاه بیاد. همه اینا از بیخردیه. همه اینها این هستش که شیطان متاسفانه جهل خودش رو تحمیل کرده به توسط اسلام و نظام اسلامی به مردم. اگر میخواید آزاد بشید باید دعا کنید این نظام سرنگون بشه تا این لشکر شیطان از ایران دور بشه. آمین. بریم با هم خط دیگه رو داشته باشیم. مهری هستش. مهری جان روی خط هست. الو جان عزیزم بفرمایید. درود بر کیسی رسول و خواهر سمی. حالتون خوبه؟ سپاسم مهر شما. سپاسم مهر شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. من چند هفته پیش با تون تماس گرفته بودم در مورد برادرم که اعتیاد دارن. خدا رو شکر برادرم علی پاکه و دیگه دیوار نمیکشه. جمع شیدم خدا رو شکر. جمع شیدم تصمیم گرفته که بره پیکم که فردا میخوام ببرمش. میخوام که دعا کنین که توانایی ترک رو داشته باشه. آمین. و علی داداشم در ترک بمونه، یعنی خداوند این قدرت رو بهش بده که در ترک بمونه. و همچنین برای پسرم، چون یه مقدار ناآرامه، یعنی دلم میخواد که برای آرامش علاقه تمام جوانای کشورم و بعد برای پسرم و دوتا برادرام دعا کنین. آمین. و کیسه رسول، اون چند هفته پیش با شما تماس گرفته بودم، شما برام دعا کردین با خواهر سمی و واقعا شیدم، خیلی آرامش پیدا کردم. و سلامتی شما از عیسی مسیح طلب میکنم. این ساله که
سلامت باشید. سپاسم. بعد یه گواهی داشتم. بفرمایید. یه گواهی داشتم که بهتون بگم. چند وقتی پیش که از دوستانم به من زنگ زد گفت که من چیز هستم، من بیمار هستم و برای بیماریم دعا کن که قرار برم عمل کنم و سینه های منو در بیارن. من پشت تلفن براش دعا کردم و خدا رو شکر رفتش. گفت دکتر گفت احتیاجی نیست که هللویا جلب باید عمل بشی. هللویا جلب. یکی از دوستانم که شوهرش تقریبا 10 روزی به خونه نبود به من زنگ زد. البته اینا مسلمان هستن ولی به من زنگ میزنن و من در نام این مسیح براشون دعا میکنم. بهشون میگم که این عیسی مسیح خیلی مهربونه، من عاشقانه دوستش دارم و این که شما را میبینم خیلی خوشحالم. یعنی صورت زیبای شما رو میبینم، صورت خندان شما رو میبینم، خیلی خوشحال میشم. یعنی واقعا به من آرامش میدین وقتی که شما خدا رو شکر برای مسیح. سپاس از گواهی که گفتید. خواهر مهدی اگر لطف کنید همین اینو میگفتم. شوهر دوستم اومد داشتم به چیزی سطولی رو میگفتم که شوهر دوستم بعد از 10 روز بله من دعا کردم زنگ زد و ساعت 11 شب بود گفت شوهرم اومد و خیلی خوشحال شدم. همه دوستان موقعی که به مشکل میخورن به من زنگ میزنن میگن دعا کن و من در نام مسیح دعا میکنم. خدا شو برای وجودت. مهری جان من یه خواهشی که ازت دارم، اسم داداشات رو یک بار دیگه به من بگو. جانم درود. کس تش حتما. اسم برادرم علیه که ترک کرده، سیگارش هم ترک کرده و میخوام که در ترک بمونه. بهش خدا توانایی بده که در ترک بمونه. آمین. بعد یکی برادرم جمشیده که فردا میخوام ببرمش، من میخواد ترک کنه. بعد پسرم امیر رضا که میخوام برای آرامشش رو دعا کنی و اینا قرار یه کاری رو شروع کنن. دعا کن که خداوند فرمایه بهشون بده که شروع کنن به اون کار موفق بشن. آمین آمین عزیزم. حتما حتما. ممنون از گواهی‌ها که دادی. خواهش می‌کنم شما رو به دستان خدا می‌سپارم. اما سه شنبه زنگ بزنید براتونم دعا کنید لطفا. سه شنبه لطفا تماس بگیرید. سپاسم. فیض خدا 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 رو شکر برای مسیح. خداوند ما زنده است. من تشویقتون میکنم نگاه کنید وقتی ما میگیم سه شنبه، ما سه شنبه ساعت 12 ظهر نمیریم. سه شنبه از ساعت 5 صبح کلیسا باز هستش و خود من ساعت 6 اونجا هستم. بعضی از خادمین لطف میکنن میان. همه در این اتحاد و در این ایمان هستیم. خدا به احترام اون خادمینی هم که میان با فیضش عمل میکنه. آمین. و این خداوند بود که با قلبم صحبت کرد هفته یک روز رو برای ایرانی ها بذاریم. حدودا الان 12 سال هست از این وعده که من به خدا و به مردم ایران دادم گذشته و ما هر بار که رفتیم گواهی‌های بسیار خوبی داشتیم. تشویقتون میکنم با شبکه محبت تماس بگیرید. سه شنبه ها به وقت ایران از ساعت 5:30 تا ساعت 8:30 نیز با ما تماس بگیرید تا برای شما دعا بکنیم و خدا مطابق فیضش دعای تو هموطن عزیزم رو اجابت کنه. آمین. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. علی رو میگیریم. علی جان. علی علی جان درود بر شما. بفرمایید. سلام عزیزید. بفرمایید. قربون شما برم عزیزید. جانم بفرمایید. یه دعا واسه من بکنین. بله بله برای شما دعا میکنم. من تازه امشب از کمپ اومدم. بله. ای جانم. بعد حالا من خوب نیست. آخ جانم. علی جان بیا برای دعا میکنم. رابطه با خانواده‌ام خرابه. ای جانم جانم جانم. آدم پس آدم علی جان در این ترک هستید شما؟ من افتاده تو کمپ بودم اومدم بیرون. آخ جانم. علی جان میخوام برای دعا کنم که بابت تلویزیون نگاه میکردم شما رو دیدم. جانم. علی جان من میخوام برای تو دعا کنم اما اگر اجازه بدی علی جان میخوام دعایی کنم که قوت روح القدس توی بدن تو بیاد. آمین. و اگر شما مطابق آنچه که کلام خدا میگه، میگه خدا انقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر روحانی خود را داد تا بهای گناه بشریت را بده
بهای دردهای تو هموطن عزیزم بده علی جان. آمین. رنجهای تو رو، آسیبایی که از دوران کودکی تا به امروز کشیدی رو روی صلیب دار، که اگر به او ایمان بیاوری خداوند با تو خواهد بود و حیات آمین. جاوید رو خواهی داشت. آیا آمین. اجازه میدی دعای نجات رو بخونم و قلبت گواهی میده که عیسی مسیح نجات دهنده تو هم هست؟ من با مسیح آشنا، به روح القدس پشت کردم، به مسیح پشت کردم جانم. من الان نشام پشت بیا الان برات عزیز دلم، اگر قلبت گواهی میده عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیری، خداوند خودت میپذیری، لحظه ای با دعای من متحد شو. آمین. و اجازه بده روح القدس در تو کار کنه. آمین. روزگاری منم نیست تمامیش آلوده این مواد بودم، ولی عیسی مسیح منو نجات داد. آمین. و این تجربه رو دارم علی جان. برای همین دارم سفت و محکم بهت میدم. اگر آماده هستی اجازه بده برای دعای نجات رو بخونم. آماده هستی؟ بله. خب لحظه چشماتو ببند. و دیگر هموطنان عزیزم، به طور خاص اونهایی که معتاد هستی و قلب شما گواهی میده عیسی مسیح میتونه نجات دهنده تو باشه، عیسی مسیح به خاطر گناهان شما روی صلیب رفت و مرد، پس از 3 روز قیام کرد، اگر قلبتون این گواهی رو میده دستتون رو به دست مسیح بدید با این دعا. آمین. و اجازه بدید اون همراه شما باشه تا آمین. انتهای عالم و رستگارتون. آمین. لطفاً لحظه چشماتو ببن علی جان. من از شما توی دعا سوال میکنم، شما بله و آمین میتونید بگید. آمین. اما آنچه که میگم تو قلبت خودت تکرار کن. هللویا، هللویا خدای قدوس، هللویا پدر عزیزم، حقیقتا ممنون و گزار هستیم که فیض تو بود که ای خدا بر ایران و ایرانیان خداوندا نگریست. آمی. تا آنچه را که باعث ظلمت و تباهی شده بوده خداوندا از بین ایرانی ها دور بشه. سپاسگزاریم که وعده تو بر ایرانیان هست ای پدر جان. اینک از تو میخوام مطابق آنچه که کلام تو میگه که یگان پسرت بر روی زمین به نام عیسی مسیح آمد و از مریم باکره جسم گرفت ای خدا و متولد شد و بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد. آیا علی جان آنچه را که گفتم ایمان دارید؟ آمین پدر جان. آمین. و آیا حاضر هستی ادامه حیات خودت رو به دست او بدی و نسبت به گناهان گذشته چه دانسته و ندانسته توبه کنی و از این به بعد عیسی مسیح نجات دهنده و خداوند زندگی تو باشه؟ آمین. هاللویا، هاللویا. خداوند آنچه را که برادرم علی در حضور تو و در حضور شاهدان اعلام کرد، اینک از تو میخوام تو مطابق وعده‌ات نام علی را در دفتر حیات خودت ثبت کن و با خون عیسی مسیح کفاره کننده افکار و دل و احساسات و گذشته برادر من باش و او را برکت بده ای پدر عزیزم به پوری روح القدس، به قوت تازه که هرگز ای خداوند به سمت مواد مخدر و آنچه را که اعتیاد داره نسبت به اون نره، بلکه ای خداوند به محبت تو وابسته بشه عیسی مسیح و متعلق پدر. کامل به تو باشه و تو از او استفاده کنه ای خدا، همچون از ای خدا دست خودت برای ای خدا نجات بقیه معتادین ای پدر جان. اینک برادر عزیزم رو به دستان پرفیض تو میسپارم، قوت و آرامش و سلامتی تو بر او باشد و بماند در نام پدر، پسر، روح القدس، در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان بپذیر برادر. آمین. برادر علی تشویقت میکنم لطفاً از اتاق فرمانم میخوام با من در تماس باشید شما. لطفاً با من در تماس بگید با کشیش رسول میخوام صحبت کنم. من در خدمتتون هستم. من دیدم واقعاً علی جان با اینو بهت بگم، واقعاً چون کشیش رسول به من گفتن اگر خداوند با قلب من صحبت کرد باید بگم و اینو میدونم که از طرف خداوند بوده. من دیدم که شما باید موهای مشکی داشته باشین و دیدم که شما انجیل تو دستتونه دارین انجیل میخونین برای کسای دیگه و من نمیدونم اگر انجیل نداری از
اتاق فرمان میخوام که برات انجیل رو بفرستن، در زم انجیل بخون چون بهت آرامش میده، ولی خداوند باهات کار بزرگی داره. آمین. مطمئن باش نه تنها پاک شدی در نام قدوس عیسی مسیح زنده، بلکه خداوند میخواد از تو استفاده کنه در ایران برای کسانی که دور و برت هستن و در شرایطی که قبلا تو داشتی و براش توی کم رفتی ازت میخواد استفاده کنه که اونها هم نجات پیدا بکنن. آمین. 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 با ایمان بسید. ممنونم. آمین. عزیزم. خواهش میکنم. خدا با شما کار بازگی دارم. من نمیدونم اونجا روز یا شب، ولی وقتتون بخیر. مرسی عزیزم. مرسی مرسی. شما رو دستان مسیح بسید. خدا نگهدار. دوستان دیگه هم دعوت کن. من خوشحال میشم با همشون صحبت کنم. دوستایی که فکر میکنید اعتیاد دارم، من در خدمتتون هستم. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیم. داریوش عزیز هستم. داریوش جان عزیزم بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما. میخواستم شهادت بدم. الان حرفای کیش رسول عزیز رو من شنیدم. اولش یه سوال برام پیش اومد. اگه امکان داره این سوالمو پاسخ بدید بفرمایید. من شهادت رو بدم. بفرمایید. این که سوال پیش اومد چرا بحث‌های سیاسی و قاطی بحث‌های اعتقادی میشه تو برنامه؟ ما اومدیم اینجا ایماندار شدیم، اومدیم که یاد بگیریم و یه سری بحث‌های سیاسی می‌بینیم که قاطی میشه. و سوالی که برام پیش اومد این که بالاخره با اقتدار و قدرت نیروی نظامی کشور تونسته حق مردمش رو بگیره. حالا دین شما کار نداریم، هر دینی داره، ارتش، سپاه، هر کی هست، تونسته حق مردمش رو بگیره. این چه اشکالی داره؟ حالا دینشون با دین ما متفاوته، این هیچ اشکالی نداره اگر با اقتدار با قدرت رفتن یه کاری کردن. و دیدم که شما گفتید آمریکا و انگلیس اتفاقا دوست مردم ایران هستن. من شما رو میگم که نگاه کنید حرفای پرزیدنت ترامپ رو. ترامپ گفته بود که مردم ایران تروریست هستن، این هیچ ربطی به دولت و به رهبر ایران و ایران نداره، مثلا مردم ایران تروریست هستن. و زبونی هم که مقابل اینا باید باشه به نظرم باید با زور باشه. ما مردمی اصلا، من هیچ کاری به سیاست و به حکومت و به اینها ندارم، خود ما مردم هستیم که باید با قدرت با اقتدار جلو اینا بگیریم. و خواهش هم اینه که این دل ما ایماندارا رو نرنجید با این حرفایی نزنید. خب خیلی ممنون. اجازه، اولا که شما چهار تا سوال کردی نه یه سوال. دوم من شما خودت سیاسی صحبت کردی. گوش کن، گوش کن داریوش جان، داریوش جان، شما خودت سیاسی صحبت کردی. سه با من قرار نیست ما مسیحی بشیم، سیب زمینی بشیم. ما مسیحی ها باید با غیرت‌تر، حکیم‌تر نسبت به مردم دنیا باشیم. آمین. خداوند به توسط روح القدس ما خرد و حکمت رو داده. آمین. ما به هیچ وجه اینجا از آمریکا یا قدرت‌های دیگه دفاع نمی‌کنیم. ما از مردمی دفاع می‌کنیم که تحت ظلم و ستم هستن داریوش جان، و این وظیفه ماست، این مسئولیت ماست. در انجیل مرقس 12:28-31 میگه آنقدر که خودت رو دوست داری خدای خودت رو، و همون مقدار همسایت رو دوست داشته باش. درسته ما اومدیم آمریکا، اینجا شرایط خیلی بهتر از اونجاست، اینجا دموکراسیه، اینجا مثل ایران نیست، تحت ظلم و ستم مردم نیستن. منم میتونم دنبال زندگیم باشم، یه قسمتی از کلام خدا رو بخونم و جمهوری اسلامی انقدر خوشحال میشه، چون قبلا هم جمهوری اسلامی با خیلی از این رابطه ها داشته، بعدها لو میره. اما ما چون غیرت نسبت مردم ایران داریم و دلسوز هستیم، از مشکلات مردم میگیم، و چون نظام اسلامی، دین اسلام، دین سیاسی هست و آسیب به مردم ما زده، وقتی که ما صحبت میکنیم طبیعتاً درباره مسائل سیاسی عنوان میشه. سیاست یعنی اندیشه نیک برادر عزیزم، اما اون سیاستی که در نظام اسلامی هست و میتونه در نظامهای دیگه هم باشه البته و باعث درد و رنج مردم میشه، اون سیاست بد هست. ما امروز صحبت از آزادی، آرامش، امنیت میکنیم. آمی. با اقتدار میستیم، همان گونه که جدعون ایستاد در برابر بت‌پرست ها، ما در برابر نظام بت‌پرست میستیم. و تعجبم بر اینه، تو چه مسیحی و چه ایمانداری هستی
که به راحتی میپذیری یک نظام اسلامی رو و حاضر هستی در یک جامعه بت‌پرست که ترویجش رو دولت داره میکنه تو زندگی کنی. آیا شما کتاب دانیال باب 3 رو نخوندید که شدرک و میشک و ابدنقو قبول نکردن در برابر بت سجده کنن؟ و اگر شما به نظام اسلامی رضایت میدید، این همون بت‌پرستانی هستید که در برابر اون بت تعظیم کردید. در اون زمان خیلی از اسرائیلی ها بودن که تعظیم کردن، شدرک، میشک، ابدنقو تعظیم نکردن، منم تعظیم نمی کنم، تو ایرانش هم تعظیم نکردن. پس آنچه را که ما داریم میگیم داریوش جان مطابق کلام خدا هستش. آمین. اگر تحمیل جمهوری اسلامی متاسفانه روی خیلی از شبانان و روی خیلی از کلیساها و روی خیلی از شبکه‌های مسیحی تأثیر گذاشته، رو من تأثیر نخواهد گذاشت. آمین. می ایستیم برای آزادی ایران و خدا با ماست برادرم. کیش رسول، من با برخی از حرفایی که زدی من موافقم. این گفتگوی آرامی که داریم همینجوری خوبه. من زیاد مزاحم نمیشم، در حد عزیزی مراهم هست بگم که اگر طرفدار مردم ایران هستی، باید این تحریم هایی که الان منی که تو ایرانم و تحریم داره به من مردم فشار میاره، هرگز تحریم کردن کدوم داریوش جان سب کن داریوش جان، ما وقت نداریم داریوش جان، اجازه قربونت برم یه لحظه داریوش جان عزیز دلم. ببینید تحریم به هیچ وجه، الان جمهوری اسلامی اعلام کرده داره دارو صادر میکنه به کشورهای عربی، میگه ما تولید داریم میکنیم، خودش داره مواد خوراکی از سبزیجات، گوجه، خیار، سیب زمینی رو به دست مردم نمیذاره برسه، دارن میدن به کشورهای عربی. عزیزان این تحمیل، تهدید و تحریک هایی که شده در اصل، این تحمیلات اصلا به هیچ وجه موضوع مواد خوراکی و دارو نبوده، فقط نسبت به تمام موقعیت هایی که میتونه باعث بشه جمهوری اسلامی دسترسی به بمب اتم داشته باشه. چرا که جمهوری اسلامی بارها گفته که من اسرائیل و شما یک ایماندار هستی. آیا حاضر هستی جمهوری اسلامی اسرائیل رو با بمب اتم بزنه؟ جمهوری اسلامی بارها گفته، حتی روی موشکش هم نوشته. تحریمی که شده تحریم مواد خوراکی نبوده، خود جمهوری اسلامی عمدن داره این کارو میکنه. داریش جان میخواد این فشار روی مردم بیاد تا مردم متقاعد بشه که این نظام اسلامی درست میگه. اصلا نه مواد خوراکی بوده، نه تجهیزات بوده که نیاز مردم هستش، و نه دارو بوده. داریوش جان برای همین خواهش میکنم، ای کاش تمام شبکه‌های مسیحی افرادی بودن دلیرانه سخن میگفتن تا مردم متوجه بشن. و امروز نسل جوان ما خیلی باهوشه، برای همین هست شاید میلی ندارن دیگه به شبکه‌های مسیحی نگاه کنن، چون اگر از درد مردم کسی نشنوه، نسل جوان میره جایی گوش میکنه که دردش رو دارن میگن. ما اینجا توی این شبکه این اجازه رو گرفتیم، توی این برنامه میگیم، چون دوست داریم که جوانان ما به مسیح ایمان بیارن. آمین. جوانان ما بدانن که خدای ما خدای آزادی است. اولین حقی که به ما داده آزادی بوده. حالا اگر انگوش شماری هم مخالف هستن، خب باشن، چیکار کنم؟ خیلی هم مخالف مسیح بودن. آیا عیسی مسیح اون پرونده که خداوند براش باز کرده و بس، گفت من اراده خدا رو انجام نمیدم؟ پتروس هم جلوش رو گرفت، گفت نرو تو اورشلیم، روی صلیب خواهی رفت. ما ایستادیم مطابق کلام خداوند. داریوش عزیزم، آمی. اون تبلیغات رو لطفاً یه خورده بیشتر نگاه کنید، تبلیغات نظام اسلامی نذارید روی فکر شما تاثیر بذاره. ما داریوش جان با عرض پوزش دوست دارم، آره ما خطوطمون خیلی پر هست، فکر کنم با شما خیلی صاحب، من شما رو به دستان خدا میسپارم. دوست دارم با شما صحبت کنم، دوست دارم با شما صحبت کنم. شما لطفاً با من یه 20 دقیقه دیگه تماس بگیرید، من در خدمت هستم داریوش جان، که با هم یه دعایی هم داشته باشیم. عزیز دلم میبوسم، میبوسم. نه دیگه الان ببخشید چون وقت نداریم. آمستری شما رو به دستان خدا میسپارم. خدا نگهدار عزیزم. خدا بریم با هم یه خط دیگه ای داشته باشیم. گلتاج هستش. گلتاج وقت شما بخیر، بفرمایید. گلتاج جان عزیزم رو خطی. الو 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 الو. آیا صدای ما رو دارید؟ ما انتهای وقت هستیم لطفا. گلتاج جان بفرمایید عزیزم.
الو میتونیم روی هول نداریم جان بفرمایید الو الو سلام درود بر شما درود بر شما عزیزم میخواد ایشون رو یه هول بذاری لطفاً چون وقت نداریم یه خط دیگه ای رو بگیریم پودمان هول پلیز لطفاً صحبت میکنید با خود تلفن از تلویزیون گوش نکنید چون یه چند ثانیه ای اختلاف زمانی داریم وقت شما بخیر بفرمایید منیره رو میگیریم منیره یا الو منیره جان رو خط عزیزم درود بر شما بفرمایید درود بر شما سلام بر هر عزیز درود بر شما وقتتون بخیر سپاس از مهربانی شما عزیز برادرم من اون هفته ازتون در مورد تسبیح سوال کردم بله. که گفته بودم که زمان دعا ذهنم تفکیک میکنه و شما با توضیحی که برای من دادید راهنمایی خوبی کردین خیلی برای من این مسئله حل شد خیلی ازتون ممنونم خدا ایشون برای مسیح جلال بر مسیح بعد خدمتتون عرض کنم من اسم کاملم منیر اعظم هستش من در دوران راهنمایی معلمم برگشت من گفتید که تو میدونی معنی اسمت چیه گفتم یعنی نوردهنده یا نورتابنده من ببخشید صدای شما اصلا مفهوم نیست برای من برای شما مفهومه؟ نه با عرض پوزش چون ما امروز با مشکل فنی اگه میشه یه خب بلندتر صحبت کنیم ببخشید پس من وقت به عزیزان دیگه میدم الان صدا مفهومه؟ بله بفهم بفهم الان صدای من مفهوم شد؟ بله بله بفهم بله بعد اون موقع معلمم برگشت گفتش که میدونی معنای اسمت چیه؟ چون من اسمم منیر اعظم هستش گفتم که یعنی نور تابنده گفت نه به نسبت فامیلم بگفتش که نور صاحب نور تابنده بزرگ من اون موقع این هفت گوشم مون تا این چند روز پیش یه به اصطلاح سروده از شعری سرودم حالا اگر وقت هست بخونم خدمتون اگه فکر میکنید که صدا نامفهومه باشه برای صدا اگر لطف کنید دفعه دیگه چون میدونم حیف اون شعر زیبای شما من شما رو به دستان مسیح میسپارم اگر موضوع دعاتونم هست من به عزیزان میدم لطف میکنید خواهر خوبم مرسی که تمام خواهش میکنم خواهش میکنم فقط یه دعایی بندان من اون بارم اسمشون رو گفتم یه کدورت کوچیکی ما بینشون شده دختر و پسرم اسمشون مبینا و مصطفا هستش لحظه لطفا به نسبت یه سوء تفاهمی که براشون به وجود اومده این مقدار پسرم یه حالت مشکل براشون به وجود اومده اگر میشه براشون دعا کنید این مشکلات از بین بره خیلی ممنونم لحظه لطفا با دعای من متحد شید لطفا لحظه هللویا خود قدوس پدر آسمانی خداوند تو شکر میکنم برای وجود خواهرم منیره برای قلب خوب شیخ خداوند اینکه از تو میخوام همون گونه که او رو برکت دادی برای تو میسراید خداوند بیشتر از گذشته قوت تو بر او باشه خدا آرامش و شادمانی تو بر او و خانوادهش باشه و خواهش میکنم اون سوء تفاهمی که بین ای خدا فرزندانش ایجاد شده در نام عیسی مسیح تو بشو این کدورت رو تو بردار و آرامش تو و قوت تو و سلامتی تو و امنیت تو ای خدا و صلح تو بین آنان جاودانه باشه و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان دریافت کنید لطفا خواهرم شما رو به دستان مسیح میسپاریم چون ما وقتمون بسیار کم فیض خدا باشه بریم با هم دیگه اطمینان دریافت نبودم ازتون ممنونم خدا نگهدار بریم خط دیگه رو بگیریم ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم احمد رو بگیریم الو احمد جان بفرمایید وقت شما بخیر بفرمایید سلام خسته نباشید پاینده باشی احمد جان با کشیش رسول دارم سلام میکنم بله بله احمد جان ما فقط 2-3 دقیقه وقت داریم در خدمتون هستیم بفرمایید جونم بفرمایید ببخشید من الان 4-5 ماه میشه با ایتا مفتی ایمان رو بردم خدا رو شکر تبریک میگم
مرسی قربونه. الان از وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم دستم خیلی خوب کار میکنه. از الان بیکار بودم، از وقتی به عیسی مسیح آوردم الان دستم خیلی خوب کار میکنه. کارم میکنم ولی مشکل از این چیزا که میکار میکنم پول آدم رو نمیدن. از این متوجه شد چیش کنه؟ میگن از موقعی که با عیسی مسیح آشنا شدم من کارم خیلی خوب شده. خدایش بعد چی سال میشه؟ احمد جان گفتین چی شده بعدش؟ فقط ما وقت نداریم. آره. من فکر خط بعد بشه. آره. شما متوجه نشدید. خب. من خیلی خوب کار میکنم ولی کارم میکنم به فایده است. میگن پول آدمو نمیدن. پولش رو نمیدم. متاسفم. خب اون اولا این رو میدونیم که ما در کنار این که شما ایران هستید دیگه و مشکلاتی ما اونجا داریم متاسفانه، اما در کنار این ما جنگای روحانی هم داریم. ما دو دقیقه وقت داریم، لطفاً لحظه با دعای من متحد شو. اگر توی وقت بیشتری دوست داشتید با من تماس بگیرید باتون صحبت کنم. آمین. هللویا هللویا. خدای قدوس پدر جان تو رو شکر میکنم که تو هستی صاحب برکت خداوند. بله پدر جان. برادرم احمد رو به حضورت میارم که خداوندا سپاسگزار هستم که او خدا گواهی میده که از زمانی که به تو ایمان آورده روزگار بر او بهتر هست، اما از این که خداوندا نمیتونه حقش رو بگیره تو حق او هستی. پس خواهش میکنم ای خداوندا هر مانعی رو بردار، زندگی برادرم ای خداوندا توی دستای تو باشه. نهیب میزنیم ای خداوندا که شیطان هیچ حقی روی زندگی او نداره، فهران چی که خدا زحمت کشیده از نظر مالی خداوندا بتونه به دست او برسه و زندگی او تامین بشه و تو باشی که خدا تامین کننده زندگی برادرم باشی. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. شما رو به دستان خدا میسپارم برادرم. متاسفانه صدا بله با عرض پوزش عزیز فیض خدا با شما. شما رو دستان مسیح نگهدار عزیزم. خطوط پر هستش. بله. لطفاً باشید. و خواهش میکنم. متاسفانه ما امروز با مشکل فنی روبرو بودیم، خیلی بله. مفهوم نبودش. سپاسگزار هستم از همه شما، همچنین داریوش عزیزم. داریوش جان تشریف من اتاق من صحبت کنن. آمین. چرا که ما اینجا وقتمون خیلی محدود هستش، پس خیلی کوتاه میتونیم در تو موارد صحبت کنیم. آمین. اما اینو بدونیم عزیزان، در همین انتها خواهش میکنم، خواهش میکنم شما ایرانی هستید، به مسیح ایمان آوردید، شما فرزندان نور و نمک هستید. بی تفاوت نباید باشیم عزیزان. ما بی تفاوت نیستیم. مسیحی یعنی با غیرت. آمین. یعنی با حکمت، یعنی خواستش عدالت هست، آزادی هستش. آمین. پس نمیتونیم بی تفاوت باشیم. فقط بگیم چون ما مسیح هستیم به هیچ کار نداریم، پس ظالمین بیان ظلم کنن بر ما. چنین چیزی نداریم عزیزان در کلام خداوند. ما ایمان داریم که خدا قوت ما هست. خدا برای ما میجنگه، اما قرار نیست ما سکوت کنیم. قوم اسرائیل رو خداوند یک باره به اورشلیم نبرد، تو رنج و سختی ها بودن، مبارزه کردن. آمین. پس خواهش میکنم بی تفاوت نباشی. رسولان هم مبارزه کردن. آمین. اعمال رسولان انقلاب رسولان هست. آمین. عزیزان پس انقلابی باشیم در مسیح، بیستیم با حکمت و خرد رو زندگی کنیم. سپاسگزار هستم از شما، از شما هم مدیران شبکه. از خداوند میخوام که فیض و برکت خدا با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد و لابد. آمین. بده اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا بهت